به نظر شما آینده روابط پاکستان و ایران بعد از این تنش اخیر بین دو کشور چگونه خواهد بود و چقدر این تنش بر منطقه تاثیر خواهد گذاشت؟ پاکستان و ایران از لحاظ تاریخی پیوندهای خیلی نزدیک داشتند و این دوستی بین دو کشور عمیق بوده است. اما این حمله هوایی ایران بر قلمرو پاکستان باعث تعجب خیلی بزرگ برای اسلام آباد بود زیرا یک روز قبل این حمله یک هیئت ایرانی عالی رتبه در اسلام آباد بود و ایران و پاکستان همچنین در یک مشق نظامی مشترک شرکت داشتند همچنین به تازگی در ماهای اخیر روابط بین دو کشور واقعا با پیشرفت در روابط رو رشد تجارتی بهبود یافته بود روابط حسنه بین ایران و عربستان سعودی چندین ماه قبل با میانجیگری چین واقع شد و همچنین این یک امر فضای دیپلماتیک را برای پاکستان باز کرد زیرا پاکستان ارتباط نزدیک و استراتژیک با عربستان سعودی دارد که قبل آن روابط نزدیکتر پاکستان با ایران محدود بود اما به خاطر همین روابط حسنه روابط پاکستان و ایران نیز پیشرفت داشت بنابراین این حمله ایران خلاف وضعیت پیشی نبود حالا می دانیم که در ماهای اخیر هر دو کشور از یکدیگر شکایت داشتند البته در مذاکرات با همدیگر در مورد پناهگاه های تامین شده در کشور یکدیگر یعنی حضور دو گروه شبه نظامی اما در مورد این مسئله هیچ راه حل نبوده است بنابراین برخلاف این پیش زمینه وقت ایران حمله کرد برای پاکستان جای تعجب بود البته که پاکستان با یک حمله مشابه علیه یک گروه شبه نظامی مستقر در ایران دست به عمل تلافی جویان زد اما من فکر می کنم که با انجام این کار نشانه های از آن است که هر دو کشور نمی خواهند این وضعیت وخیمتر شود و آنها هر دو در کاهش تنش علاقمند هستند که در سالهای اخیر کاملا بی پیشی است. بنابراین آنچه ما به این وضعیت می بینیم این است که این درگیری و خصومت به وجود آمده بین دو کشور بسیار خطرناک بوده است. اما اکنون من فکر می کنم که هر دو کشور احتمالاً عقب بنشینند و ببینند بی که چگونه واقعاً آنها می در اثرگیری یک نوع گفتگو پیش بروند به یاد داشته باشید که روابط دیپلماتیک از سوی پاکستان به تعلیق در نیامد است پاکستان سفیرش را از تهران فراخواند اما روابط دیپلماتیک خود را به تعلیق در نیاورد بنابراین جای زیاد برای دو کشور در اثرگیری روابط بعد از کاهش این تنش ها وجود دارد ایران گفته است که به پایگاه گروه دشدفکن جیش عدل در داخل پاکستان آن حملات خود را انجام داده است وزارت خارجه پاکستان ای حمله ایران را بدون دلیل خواند آیا این به آن معنی است که ایران به مبارزه پاکستان با دهش دفکنی در داخل کشورش اعتماد ندارد این مربوط به این است که به پاکستان اعتماد دارد یا ندارد اما در این زمان کاری را که انجام داد چینل های زیاد ارتباطی بین دو کشور وجود دارد و این کشور به جای گفتگو و به جای توضیح نگرانی خود و پاکستان راه متفاوتی را انتخاب کرد البته که این کار را در گذشته انجام داده است پاکستان نیز این کار را کرده است اما حمله نظامی به طور واضح باعث شد که این ارتباط در یک سطح تاریخی پایین بیاید و این یک امر یک وضعیت دشواری را اصلا در منطقه در این شرایطی که در شرق میانه در جنگ است و بحران زیادی در جهان وجود دارد خلق کرد حمله هوای ایران به خاک پاکستان چندین روز بعد از یک حمله انتحاری در شهر کرمان ایران واقع شد ایران مدعی شده بود که یک در از حمله کنندگان انتحاری تاجیکستانی تبار بوده که در بدخشان افغانستان آموزش دیده بود و سپس از سرحد سیستان و بلوچستان در ایران وارد اون کشور شده بود آیا این حمله ایران به پاکستان ربطی به یک منازعه بزرگتر در شرق میانه میگیرد که حالا ایران فکر میکند کشورهای همسایه آن دخالت دارد نه من فکر می کنم که ایران اگر معلومات استخباراتی مشخص در مورد جیش العدل و کارهای آن دارد باید آن را با پاکستان شریک سازد نه اینکه دست به حمله نظامی بزند و با توجه به منازعات در منطقه و در شرق میانه جریان دارد فکر می کنم هر دو کشور لازم است کمی توقف کنند لازم است گینتنش را کاهش دهند بنابراین من فکر نمی کنم که دو کشور حتی علاقمند به تشدید تنش باشند پس آیا با این نوع حملات نظامی می توانند البته که پاسخ منفی است. با این کار توجهشان از جنگ اسرائیل در غزه منحرف شده است. جنگی که اسرائیل با یک نوف معافیت دست و نسل کشی پاکسازی نژادی و قتل عام زده است. بنابراین فکر نمی کنم که هر دو کشور که از فلسطینیان غزه حمایت می کنند بخواهند توجه جهان منحرف شود. و طوری که من پیشتر گفتم و تشدید تنش به نفع دو کشور نیست.